به چنل جوک سبز خوش اومدید. آنیل محمدی هستم از چنل جوک سبز. چرا پیامبر با عایشه ازدواج کرد؟ تا پایان ویدیو همراه ما باشید. لطفاً با سابسکرایب کردن از چنل جوک سبز حمایت کنید. به حمایت تک تک شما نیازمندیم. و اگه نظری دارید برامون کامنت کنید. ممنون میشیم. مهمترین دلیل ازدواج ها. پیوند ازدواج مهمترین پیوند اجتماعی به ویژه در محیط و فرهنگ عرب جاهلی بود، تا جایی که در سرزمین حجاز که جنگ و خونریزی و غارتگری رواج خاصی داشت، این پیوند بازدارنده از جنگ ها و همچنین عامل وحدت و الفت به شمار می آمد. از هنگامی که پیامبر اکرم دین مبین اسلام را معرفی کرد تا مدت ها جز عده محدودی به او روی نیاوردند، او که بر ضد تمام معتقدات خرافی عصر و محیط خود قیام کرده بود، طبیعی بود که بسیاری از اقوام و قبایل آن محیط بر ضد او بسیج شوند. در چنین شرایطی بود که رسول خدا باید با ایجاد خیشاوندی از طریق ازدواج حامیانی را برای خود مهیا می‌کرد، چرا که محکم‌ترین رابطه در میان عرب جاهلی رابطه خیشاوندی محسوب می‌شد و داماد قبیله را همواره از خود می‌دانستند و دفاع از او را لازم و تنها گذاشتن او را معصیت بزرگ می‌شمردند. حساسیت به قبیله حتی سالها بعد از اسلام ادامه داشت، تا آنجا که در سال 61 هجری در ماجرای کربلا شمر بن زلجوشن که با ام البنین مادر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هم قبیله بودند، در روز تاسوعا برای آن بزرگوار و برادران مادریش اماننامه آورد که از طرف حضرت به شدت رد گردید. ازدواج با قبایل دشمن. حضرت رسول با قبایل بزرگ قریش، به ویژه با قبایلی که بیش از دیگران با او دشمن بودند، مانند بنی امیه و بنی اسرائیل پیوند خیشاوندی برقرار کرده است. اما با قبایل انصار که خطر این دشمنی وجود نداشت، ازدواج صورت نداد. حضرت محمد ام حبیبه دختر ابو سفیان را به ازدواج خود درآورد و بدین ترتیب داماد دشمن اصلی خود شده و از دشمنی قریش نسبت به خود بکاهد و کاری کرد که ابو سفیان در اواخر عمر هرچند به ظاهر اسلام بیاورد. این وصلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باعث شد تا ام حبیبه به عامل بسیار مؤثر برای تبلیغ اسلام در خانواده های مکه تبدیل شود. جالب اینجاست که پیامبر اکرم از انصار که همیشه همراه آن حضرت بودند همسری اختیار نکرد، چون ازدواج با انصار تأثیری در زندگی سیاسی و اجتماعی آن حضرت و گسترش اسلام نداشت. ازدواج برای غیر هوسرانی. رسول خدا صلی الله در تمام عمر شریف خود از جوانی تا آخرین روز زندگی به پاکدامنی حتی نزد دشمنان مشهور بود و هیچگاه به ایشان تهمت خلاف عفاف و یا شهوترانی زده نشد. اگر کوچکترین موردی از پیامبر مشاهده می شد، دشمنان چنان آن مورد را بزرگ نمایی می کردند تا شخصیت پیامبر را تخریب کنند. حضرت در اوج جوانی به اولین همسر خود یعنی حضرت خدیجه اکتفا کرده و 25 سال با وی زندگی کرد و تا رحلت وی و یک سال بعد از آن همسر دیگری اختیار نکردند. در حالی که تعدد همسران در قریش مسئله عادی بود و پیامبر می توانست به صورت مشروع به ازدواج های متعدد رو آورد. تنها از سال دوم هجری، زمانی که پیامبر 55 سال داشت، با چند همسر زندگی کرد. ازدواج های بعد از حضرت خدیجه معمولا با بیوه زنان بود که سن بالایی داشتند و هیچ کدام مصداق شهوترانی نبود. فارغ از شخص پیامبر که تمام حرکات و سکناتش به دستور خدا بود، یک انسان عادی را فرض کنید. در 25 سال از دوران اوج جوانی خود را با یک همسر زندگی کند، در حالی که چند همسری رایج است و سالهای پایانی زندگی خود یعنی بعد از 50 سالگی را با زنانی که اغلب بیوه و مسن بودند ازدواج کند، آن هم به مصلحت‌های مشخص. خدا مقالی تایید می‌کند که این ازدواج‌ها به خاطر هوسرانی بوده است. دلیل ازدواج با عایشه. پیامبر اکرم صلی الله پس از درگذشت ابوطالب و خدیجه زیر فشار فراوان مشرکین مکه و خصوصا دشمنان سرسختی چون ابولهب و ابوسفیان قرار گرفت و به شدت به حمایت قبایل مختلف نیاز داشت. لذا خیشاوند شدن با قبیله بزرگی مانند قبیله تیم و حمایتی که آن قبیله از پیامبر می توانست داشته باشد کمک بسیار بزرگی برای پیشرفت اسلام بود. به همین خاطر عقد پیامبر با عایشه خوانده شد. قدرت قبیله تیم به حدی رسیده بود که ابوسفیانی که از مخالفین اسلام و پیامبر بود
برای اینکه خود و قبیله اش را بزرگ مکه نگه دارد و این قبیله را خوار و ذلیل کند، به حضرت علی علیه السلام پیشنهاد بیعت داد و از او خواست با ابوبکر به نزاع و دعوا برخیزد تا در مقابل در بخشی از حاکمیت او را شریک کند. هدف پیامبر از این ازدواج هدف سیاسی تبلیغی بود، لذا پیشنهاد خواندن عقد و خویشاوند شدن با قبیله بنی تیم از ناحیه حضرت بود که قبل از هجرت انجام شد. وقتی حضرت به مدینه هجرت کردند، حضرت زندگی زناشویی را به تأخیر انداختند تا اینکه به گفته مورخین خود ابوبکر به پیامبر درخواست داد تا عایشه را به خانه خود برده و زندگی رسمی را شروع کند. عایشه حداقل 17 سال داشت. در مورد سن عایشه تهمت‌های زیادی به پیامبر صلی الله علیه وارد کردند که واقعاً بی‌پایه و اساس است. نقل اینکه موقع ازدواج 9 ساله بوده با قدرت و مدارک صحیح در مقایسه با سن خواهرش رد می‌شود. عده‌ای برآنند که 13 یا 14 ساله بوده و عده‌ای گفتند حداقل 17 یا 18 ساله بوده و حتی بیشتر. اسماء خواهر بزرگ عایشه 10 سال بزرگتر بود. کتب معتبر تاریخی گزارش می‌دهند که اسماء سال 73 هجری در 100 سالگی درگذشت. توجه کنید در سال 73 اسماء 100 ساله بوده. 100 منهای 73 می شود 27. یعنی سال اول هجرت اسماء 27 سال داشته. عایشه 10 سال از اسماء کوچکتر بوده. 27 منهای 10 می شود 17. یعنی عایشه در آغاز هجرت 17 ساله بوده است. در این که آغاز زناشویی عایشه در سال اول یا دوم یا چهارم هجری بوده اختلاف است، یعنی حداقل 17 سال داشت. امیدوارم از ویدیو راضی باشید. لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن ویدیو به ما انرژی بدید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.